مشروعیت برباد رفته، تقلای جمهوری اسلامی برای کشاندن مردم پای صندوق‌های رأی. نمایندگان خامنه‌ای در استان‌ها مدعی‌اند امام دوازدهم شیعیان منتظر شرکت مردم در انتخابات است. رئیس ستاد انتخابات گفته با هر نوع کارت شناسایی میتوان رأی داد. چرا جمهوری اسلامی به تابلوی انتخابات نیاز دارد؟ فشار چین بر جمهوری اسلامی برای مهار حوثی‌ها. حمله آمریکا و بریتانیا به پایانی اصلی صادرات نفت یمن ساعتی بعد از اصابت موشک حوثی‌ها به یک نفتکش در دریای سرخ. پس لرزه‌های جلسه دادگاه دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه. ساکنان غزه و مقامات اسرائیل از حکم دادگاه ناامید شدند. ترکیه، قطر، جمهوری اسلامی و حماس از نتیجه دادگاه استقبال کردند. و تشخیص زودهنگام آلزایمر با آزمایش خون. پژوهشگران می‌گویند هزینه‌ها کم می‌شود و شناسایی بیماران سریع‌تر. بینندگان امروز سلام، وقتتون بخیر. من گلراهان هستم. به امروز و جزئیات تازه ترین تحولات ایران و جهان خوش آمدید. 9 ماه پیش میگفت مردم قدرت تحلیل و تشخیص ندارن که در رفراندوم درباره مسائل کشور نظر بدن. حالا کمتر از 2 ماه مانده به انتخابات مجلس و خبرگان از حق مردم برای انتخابات گفته، اون هم در شرایطی که او علی خامنه ای مدت هاست حق انتخابی برای مردم نگذاشته. در انتخابات مجلس خبرگان در استان خراسان جنوبی تنها صلاحیت 1 نفر تایید شده، ابراهیم رئیسی، که باید با خودش رقابت کنه. آینه تمام نمایی از انتخابات در جمهوری اسلامی. نمایندگان خامنه ای روز جمعه از مردم خواستن که رأی بدن. یکیشون در اصفهان گفت امام دوازدهم شیعیان منتظره و دیگری امام جمعه تهران گفت قشون امام زمان در انتخابات لشکرکشی میکنه. اما جمهوری اسلامی چرا به انتخابات احتیاج داره؟ مشتبه پورمستن گزارش میده. ترس دیکتاتور از پشت کردن مردم به صندوق رأی، تغییر مشق انتخابات از مهندسی به دیکته، رقابت ابراهیم رئیسی با ابراهیم رئیسی در انتخابات، آیا انتخابات یا همان انتصابات دوم اسفند ماه رفراندومی درباره مشروعیت جمهوری اسلامی است؟ آقا جان توجه داشته باشید، مصیبت اون روزی است که مردم پشت کنن به صندوق رأی. 6 سال پیش قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 96، زمانی که خامنه ای این حرف ها را می زد، شاید تصور نمی کرد که روز مبادایی که او از آن می ترسید انقدر زود از راه برسد. رسید به لطف همه آنچه او بر سر ایران را بود. در ماهای اخیر خامنه‌ای در تمام سخنرانی‌هایش از مردم خواسته در انتخابات شرکت کند. او باز هم دم انتخابات یاد حق مردم افتاده. حق شماست، حق مردمه. انتخاب کنن اون کسی رو که مایلن براشون قانون بنویسه یا قانون رو اجرا کنه. فارغ از اینکه مردم چه باوری درباره جمهوری اسلامی دارند، اساساً چیزی به نام حق انتخاب با حکم گوینده این سخنان یعنی رهبر جمهوری اسلامی سلب شده. پس از رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس 11 و ریاست جمهوری سال 1400 در آنچه قرار است دوم اسفند ماه به نام انتخابات برگزار شود، حتی حق انتخاب بین بد و بدتر هم برای مردم باقی نمانده. وضعیت رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس خبرگان به حدی رسیده که در استان خراسان جنوبی تنها صلاحیت 1 نامزد تایید شد، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 که فقط 1 رقیب دارد. آرای باطله، چون در انتخابات مجلس خبرگان حد نصاب هم وجود ندارد و رئیسی با 1 رأی به خودش میتواند برنده شود. وضعیتی به غایت بحرانی که باعث شده افکار عمومی واکنش های آمیخته با طنزی تلخ داشته باشند و از قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در گروه مرگ بگویند، جایی که باید تنها با خودش رقابت کند. محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته رقابت رئیسی با خودش در انتخابات حتی از رد صلاحیت حسن روحانی هم افتضاح تر است. او به طنز از مخاطبان خواسته برای اینکه رئیسی در رقابت با خودش دوم نشود صلوات بفرستند.
وبسایت رجا نیوز متعلق به اصولگرایان در دفاع از رئیسی گفته در چند استان دیگر هم تعداد کاندیداها به اندازه تعداد کرسی هاست. عذری که اگر بدتر از گناه نباشد بهتر از آن نیست. البته که مجلس خبرگان از زمان شکل‌گیریش در جمهوری اسلامی وضع چندان بهتری نداشته و همیشه غیر رقابتی ترین انتخابات برای خبرگان شکل می گرفت. احمد آذری قومی عضو دو دوره مجلس خبرگان و از مدافعان ولایت فقیه که بعداً به دلیل مخالفت با خامنه‌ای مغضوب شد و به حصر رفت، زمانی درباره سیستم حکومت اسلامی گفته بود ما یک کیلو گلابی داریم و مردم باید همان را بخرند. گلابی یا شلغم به نظر این یکی از دقیق ترین تعریف ها درباره مفهوم انتخابات در جمهوری اسلامی است. این بار خامنه ای و شورای نگهبان بازوی اجرایی او برای مهندسی انتخابات کار را از مهندسی گذراندند و عملا به مردم دیکته می کنند که دقیقا به کدام گلابی رای بدهند. اگر قبلا روحانیون حکومتی مثل هاشمی و روحانی در خبرگان حضور داشتند، حالا کسی را که 8 سال رئیس جمهور و 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده رد صلاحیت کردند به یک دلیل واضح. مجلس خبرگان آینده هم بر اساس ارزیابی تحلیلگران مجلسی برای انتخاب که نه انتصاب رهبر آینده جمهوری اسلامی است، یعنی جانشینی مشتبه خامنه‌ای. پروژه سیاسی شخصی خامنه‌ای که در سالهای اخیر تمام راه‌ها را مسدود کرده تا تنها یک راه بماند و آن هم به روم ختم شود. مشکل اما اینجاست که او برای حفظ ظاهرم که شده نیاز به بیعت مردمی دارد که 9 ماه پیش آنها را فاقد قوه تشخیص خواند. مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ حالا اما در آستانه انتخابات همان مردم از نظر خامنه‌ای صاحب قدرت تحلیل شدند، با این تفاوت که جمهوری اسلامی چنان دچار بحران مشروعیت است که او دیگر مثل قبل نمیگوید هر کس با نظام هم مخالف است در انتخابات شرکت کند. خامنه‌ای رسماً با زبان تهدید از مردم خواسته در انتخابات شرکت کنند. هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. در همین چارچوب همه کارگزاران خامنه ای همین گفتمان را بازتولید می کنند. از امام جمعه اصفهان که گفته کسی که در انتخابات شرکت نکند الزام عملی به اسلام ندارد، تا امام جمعه سالی که معتقد است امام دوازدهم شیعیان منتظر شرکت مردم در انتخابات است و عصبانیت این سخنران مذهبی در همین راستاست. امروز بعضی از همین سلبریتی ها میگن ما رای نمیدهیم، یه بار رای دادیم اشتباه کردیم رای نمیدهیم. شما غلط میکنید اگه میخواهید رای ندید تو صفحه اجتماعیتون اعلام میکنید. رای دادن تایید حاکمیت سیاسی اسلام، تایید این نظامه. هرولندهایی که نشان میدهد جمهوری اسلامی دقیقاً می‌داند که چه اتفاقی افتاده. وحشت زده از آن که جامعه پس از سرکوب اعتراض‌های دیماه 96 و آبان 98 و البته خیزش انقلابی سال 1401 و کشتار و اعدام معترضین مدت هاست از صندوق انتخابات جمهوری اسلامی عبور کرد. البته که بر اساس تجربه‌های پیشین به آمار انتخاباتی که برگزار کنندش خود جمهوری اسلامی است چندان نمی‌توان اعتماد کرد. وقتی رئیس ستاد انتخابات گفته مردم علاوه بر کارت ملی و شناسنامه با کارت سربازی، گواهینامه و گذرنامه هم میتوانند رای دهند، میگن این کافی نیست، باید کاری کنیم که 90% مردم پای صندوقای رای نیان. مصیبت اونه، بنده اونو میبینم. بحران جمهوری اسلامی و خامنه ای و یک کیلو گلابی حکومت اسلامی برای به قدرت رساندن مشتبه خامنه ای. مشتبه پور محسن، لندن. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن با ماست. آقای مهدوی آزاد خیلی خوش آمدید. شما فکر میکنید چرا این انتخابات انقدر حیثیتی شده و چقدر میشه انتخابات دوم اسفند رو رفراندومی درباره مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی تلقی کرد؟ بعد ببینید، شما اگر برید از یک طرفدار داعش بپرسید که آقا چرا غربی ها ترور میکنید، نمیگه من ترور نمیکنم، یا غربی ها ملحدن، یا آیه قرآن هم براتون میخونه که ترور هبون خدا گفته. از بپرسید چرا اقلیت های دینی رو میکشی داعش، نمیگه من نمیکنم اینو توته غربه، میگه آیه قرآن جدال کافرین مشرکین و غیره، میگه خدا گفته. به از این بدایش بپرسید چرا دموکراسی نداریم، میگه باز دوباره نمیگه من دموکراسی دارم، من دموکرات کشور دنیا، میگه خدا حاکمیت مال خداست، نمیدونم حاکم خداست، مردم چی اند و اینجور چیزا.
بذاره. اگه از طالبان بپرسید که آقا چرا زنان رو محکوم میکنی، باز دوباره عدالت‌خوار در نمیاره، میگه آقا خداوند گفته زنان برن پس. تو مثلا بگید چرا دموکراسی نداری آقای طالبان، ملا فلانی بشه، میگه شما باز نمیگید ما دموکراتی، میگه آقا حاکمیت از آن اللهه، عدالت‌خوار در نمیاره. احتمالاً اگه از خیلی طرفداران آلمان هیتلری بپرسید آقا چرا یهودی‌ها رو کارو میکنید، اینجا دیگه نه همشون، بخش اعظمشون میدید عدالت‌خوار در نمیاد، میگفتن همه توطئه‌های دنیا زیر سر یهودیانه. اما شما اگر برید از طرفدار جمهوری اسلامی از علی خامنه‌ای بپرسید که آقا چرا زنان رو محدود میکنید، به شما دروغ میگه، میگه آقا ما کی گفتم ما زن رو محدود میکنیم، همه جای دنیا قوانینی داره واسه حجاب، ما هم اینجوری واسه لباس و ما آزادترین کشور دنیاییم. اگه بهش میگه آقا چرا جمهوری اسلامی دموکراسی نداری، رأی مردم رو میگه، میگه چی میگی دموکراسی نداری، این انتخابات ها با دموکرات ترین کشور دنیا. ببینید مبنای ایدئولوژیک، مبنای تکرار میکنم، مبنای ایدئولوژیک و تبلیغاتی جمهوری اسلامی مثل حکومت‌های متداول توتالیتر نیست. مبناش بر دروغ، بر تظاهر، بر تناقض و خالی‌بندیه. یعنی به غیر از شما یه تعدادی از اخوندها مثل یزدی، علی‌الهدا که سری حرفشون رو می‌زدن، بقیه‌شون مبناشون بر فیلم بازی کردن، کشیدن یک کاریکاتور از هر چیزی، ادای دنیا رو درآوردن. بنابراین اینجاست انتخابات از جمهوری اسلامی خیلی معنی پیدا می‌کنه. واسه اینکه موقعی که انتخابات چه چیزی، موقعی چیزی هست، او میتونه طرفدارانش رو قانع کنه و طرفدارانش تا صبح میتونن با شما بجنگن، مغلطه کنن، شما رو دیوانه کنن و بگن ما آزاد تکشفه دنیا. این یک. دوم، متا موقعی که انتخابات برگزار میکنه به تعداد میرن، اون نسل اول انقلابیون که بخش مذهبیون هم مخاطبشون هستن، اونا نمیتونن بگن که آقا ما انقلابی که وعده دادیم این نبود، این سرکوفت رو میتونن ازش بردار اگر انتخابات برگزار کنه. و نهایتا جامعه جهانی، تا واقعا انتخابات برگزار میشه، جمهوری اسلامی طرفدارش در جامعه جهانی خیلی بازی ها میتونن بکنن. برای اینجا میگم اینجا این انتخابات یکی از مبانی و ریشه ها، یکی بنمایه ها، یکی از ستون های آن چیزی است که به نام پروپاگاندای علی خامنه‌ای در دنیا میشناسه. آقای مهدوی زاده بپردازیم به خود انتخابات. انتخابات مجلس خبرگان گره خورده با احتمال انتخاب جانشینی علی خامنه ای در این دوره. رقبای مدعی رهبری چه کسانی هستند و آیا اصلا هیچ شانسی برای پیروزی داره کسی به غیر از مشتبه خامنه ای؟ بعد من اول یه چیزی، یه نکته بسیار مهم بگم. ببینید شما این باک بنزین تو تموم میشه، باک تموم میشه دیگه، ماشین حرکت نمیکنه، هیچ چیز باس تایون باکس 4 لیتر هست، یعنی میگید باک خالیه 3-4 لیتر هست، اون 3-4 لیتر نباید شما رو فریب بده بگید ای پس بوده بنزین، نه تمام شده اون 3-4 لیتر تایید دیگه. منظورم اینه که شما نباید تصور کنید نتایج انتخابات باید صفر باشه. انتخاباتی که میشه 1 میلیون نفر از شهروندان هستن در واقع، 1 میلیون برگزار کننده و ناظر داره و هم اونها همشون همون روز باید همون لحظه اول باید رای بدن. انتخاباتی که توی بیمارستان ها، توی پادگان ها، توی زندان ها تقریبا به زور برگزار میشه، مخصوصا تو پادگان ها و زندان ها. انتخاباتی که توش بخش از اقوام به دلایل قومیتی میان وسط و برخی از ادیان مثل مسیحی ها، زرتشت به دلایل خاص خودشون میان که تعدادشون کمه، این انتخابات به هر حال یه تعدادی توش هستن. برای من اگه یهو مثلا 20% انتخابات شرکت کردن، شما فکر نکنید خیلی عدد بزرگی، هم 4 لیتر تایدی باک بنزینه در واقع دیگه تمام شده. اینکه رقبای خامنه‌ای کی هستن، خامنه‌ای الان 92 اگر 84 سال اگه حسابش کنید، این مجلس خبرگان که تمام بشه، مجلس خبرگان که قرار انتخاب بشه تمام بشه، تا 93 سالگی خامنه‌ای است. هنوز 7 سال من نمیخوام دیگه کی میبیره، آرزو میکنم که به حال دیکتاتور هر چه زودتر ببینم، به نفع کشورشون هست، به نفع ملتشون هست. منتها به هر حال تو سالهای آینده ممکنه تحولات دیگه اتفاق بیفته. الان اگر اتفاق بیفته، واقعیت نیست که هیچ قلندری تو این شهر جمهوری اسلامی نمونده، قحط الرجال، یا باید کسی مثل ابراهیم رئیسی یا کسی مثل صادق لاریجانی یا همچین کسایی رو از جبهه مارگیری در بیارن. منطقه با این از من کسی مثل ابراهیم رئیسی از توش در میاد. آقای مهدوی آزاد، حدوداً 1 دقیقه وقت داریم. میدونیم که در کنار حسن روحانی که رد صلاحیت شد، بعضی از چهره‌های اصولگرا مثل مصطفی پور محمدی در کل مجمع روحانیون مبارز از اصلی ترین جریان‌های اصولگرایان هم رد صلاحیت شده، این چه تصویری به ما میده از چیدمان و پیوستگی در واقع لایه‌های درونی حکومت و نزدیک به علی خامنه‌ای؟ حدود 20 سال پیش موقعی که این در واقع مسیر تصفیه حساب شروع شد، ماها یه جمله معروف میگفتیم، گفت انقلاب فرزندان خودش رو میخورد. برای کسانی که جامعه شناسی انقلاب رو خوندن، گفت دوران ترمیدور از اینجور حرفا. متو نه، اوضاع خیلی خرابتره، یک معنای بزرگتری داره. میخواد این انقلاب فرزندان خودش رو نخورده، یک نهله فکری خورده. موقعی که کسی مثل ابراهیم رئیسی، نه مثل مصطفی پور محمدی که جزء قطعه زنجیره‌ای بوده، وزیر کشور بوده، نزدیک به بی و غیره، و معاون وزیر اطلاعات بوده و غیره، رد صلاحیت میشه، مثل حسن روحانی مسئول امنیتی کشور برای 16 سال و غیره، این به معنی این هستش که نسل جدیدی از خشنترین، بی‌رحم‌ترین،
فاسدترین نیروهای سیاسی به اسم اسلام روی کار اومدن که حتی ایدئولوژیک ترین نسل جمهوری اسلامی را هم دیگه قبول ندارن. در واقع این فرآیند فرقه ای شدن جمهوری اسلامی حالا وارد مرحله تکاملی خودش میشه. یه موجودی مشابه ژنتیک خمرهای سرخ، هرچند منظورم که شبیه اون میشه، مفهوم تولیدی خمرهای سرخ. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امروز درگیری حوثی‌های یمن با آمریکا و بریتانیا ابعاد تازه‌ای به خودش گرفت. بعد از حمله جمعه شب حوثی‌ها به نفتکش مارلین لواندا در دریای سرخ، آمریکا و بریتانیا بار دیگه به مواضع حوثی‌ها حمله کردند. شبکه تلویزیونی حوثی‌ها گزارش کرد که بندر راس ایسا در استان هدیده و پایانه اصلی صادرات نفت یمن هدف این حملات بوده. از طرف دیگه وال استریت ژورنال از افزایش فشار چین بر جمهوری اسلامی برای مهار حملات حوثی‌های یمن و توقف این حملات خبر داده. محسن ایزدی از تازه‌ترین تحولات در دریای سرخ میگه. نفتکش مارلین لواندا در آتش. یحیی سریع سخنگوی حوثی‌های یمن با بریتانیایی خواندن این نفتکش از حمله موشکی به آن در خلیج عدن خبر داد. سخنگوی شرکت ترافیگورا وقوع آتش سوزی در این نفتکش بر اثر حمله حوثی‌ها را تأیید کرد. حمله‌ای که به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به این کشتی خسارت زد اما آسیب جانی به همراه نداشت. حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ امر تازه‌ای نیست. اما حمله شامگاه جمعه حوثی‌ها به یک نفتکش تحول جدیدی محسوب می‌شود. روز شنبه شبکه تلویزیونی وابسته به حوثی‌های یمن از حمله آمریکا و بریتانیا به منطقه رأس ایسا در استان هدیده و پایانه اصلی صادرات نفت یمن خبر داد. حمله‌ای که می‌تواند نشانگر این باشد که از این پس هدف قرار دادن شریان‌های حیاتی اقتصادی یمن در صورت ادامه حملات حوثی‌ها می‌تواند یکی از گزینه‌های موجود باشد. پس از 19 اکتبر حوثی‌ها 26 بار حمله کردند، نه فقط به کشتی‌های بریتانیا، آمریکا یا کشتی‌های به مقصد اسرائیل، بلکه به کشتی‌های همه کشورها. فکر نکنم ما باید بپذیریم که دریای سرخ بسته بشه چون که یک گروه اراده کرده با راکت و پهپاد و موشک به کشتی‌ها حمله کنه. به همین خاطر بریتانیا و آمریکا وارد عمل شدند. ما در آخرین عملیاتمون حمایت بیش از 20 کشور رو داشتیم. عملیات ما قانونی، متناسب و ضروریه. فکر نکنم مسئول موندن حوثی‌ها بابت حملاتشون به دریانوردی جهانی بتونه یکی از گزینه‌ها باشه. اما به نظر میرسد نارضایتی از ناامنی در آبراهه دریای سرخ نه فقط واشنگتن و لندن، بلکه پکن را هم شامل می‌شود. چین سیاست ثابتی در خصوص وضعیت دریای سرخ داشته. ما عمیقا از تشدید تنش‌ها در دریای سرخ نگرانیم. این آبراهه یک مسیر بین‌المللی مهم برای عبور کالا و انرژی است. چین برای توقف ایجاد مزاحمت‌ها برای کشتی‌های تجاری و درخواست از همه طرفین در جهت کاهش تنش در دریای سرخ و محافظت از امنیت آب‌های منطقه و تبعیت از قانون تلاش می‌کند. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش اختصاصی خبر داد که چین از ایران خواسته که حوثی‌های یمن را مهار کند. پیشتر نیز خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که چین خواستار ایفای نقش جمهوری اسلامی در توقف حملات شبه نظامیان حوثی در دریای سرخ شده و گفته که در غیر این صورت ممکن است به روابط تجاری تهران و پکن آسیب وارد شود. بنابر گزارش ها مقام های جمهوری اسلامی در پاسخ بار دیگر مدعی شده اند که کنترل حوثی ها در دست آنها نیست. اما اگر اسرائیل با آتش بس موافقت کند، تنش در منطقه پایان خواهد یافت. به هر رو، تداوم حملات در دریای سرخ نشانه است از اینکه حوثی ها، جمهوری اسلامی و یا هر دویشان از ادامه و چه بسا تشدید ناامنی در این آبراهه و عدم تلافی جویی جدی از سوی آمریکا کاملا اطمینان خاطر دارند. محسن ایزدی، لندن. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک با ماست. آقایی خیلی خوش آمدید. در مورد چین هم صحبت میکنیم، اما اول میخوام از شما بپرسم چقدر این حمله اخیر آمریکا و بریتانیا به شریانهای اقتصادی یمن میتونه حوثی‌ها رو عقب بکشونه؟ خب ببینید، الان دست کم یعنی دقیقاً 10 حمله را انجام دادن آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها به مواضع حوثی‌ها در داخل خاک یمن و
میشه گفتش که بیشتر حملاتی که تا الان آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها انجام دادن حملات پیشدستانه بوده، برای دفاع از خود بوده، به جز سه حمله‌ای که حملات فراگیری بود، از جمله حمله 12 ژانویه که آغاز حملات آمریکا و بریتانیا بود. ولی الان به نظر میرسه که خب حملات آمریکا و بریتانیا نتونسته منجر به تغییر رفتار حوثی‌ها بشه، چون اساسا این حملات غالبا محدود هستش و بنابراین در نظر گرفتن اینطوری که الان بیان به همچنان که به مواضع نظامی حوثی‌ها در داخل خاک یمن حمله میشه، به این بنادر مهم از جمله این بندری که یکی از اصلی ترین پایانه‌های صادرات نفت حوثی‌ها در داخل خود یمن هست اونجا حمله بکنن، احتمالاً حملات تعقیبی رو انجام خواهند داد. به نوعی دارن سیگنال میدن که اگر حملات حوثی‌ها ادامه پیدا بکنه، شریان‌های حیاتی اقتصادی خود یمن رو هم مورد مخاطره جدی قرار خواهند داد. ولی اگر قرار باشه که این مجموعه اقدامات ترکیبی آمریکا و بریتانیا بخواد ادامه پیدا بکنه، باید حملاتی خیلی گسترده‌تر از این چیزی باشه که الان می‌بینیم و صرفاً حملاتی محدود انجام دادن، دو روز یه بار، سه روز یه بار انجام دادن، این حملات منجر به تغییر رفتار حوثی‌ها نخواهد شد و دولت بایدن هم به نظر می‌رسه که واقعاً ضعیف هستش و به نوعی ناکارآمد هستش، نمی‌خواد اون واکنشی که واقعاً باید ایجاد بشه برای تثبیت بازدارندگی حداکثری رو در برابر حوثی‌ها انجام بده. آقای چین به جمهوری اسلامی هشدار داده که در صورت عدم توقف حملات حوثی‌ها به روابط تجاری دو کشور آسیب وارد میشه. چقدر این به نوعی اولتیماتوم جدیه و چقدر میتونه به توقف این حملات کمک کنه؟ خب ببینید، الان به نظر میرسه که این اقداماتی که حوثی‌ها انجام دادن خب به ضرر خود منافع چین هم هستش. قضیه برای روسیه یک مقدار متفاوت هستش، کمتر روسیه از اون مناطقی که حالا باب المندب هست، تنگه باب المندب و دریای سرخ، کمتر استفاده میکنه برای نقل و انتقال اون صادرات نفت و گاز خودش و چین بیشتر استفاده میکنه. روسیه نه، روسیه به نفعش هم هستش که این حملات به صورت محدود ادامه پیدا بکنه، ولی الان چین اعتراض کرده. باید ببینیم که چقدر جمهوری اسلامی به حرف چینی‌ها گوش خواهد داد. قاعدتاً باید این کار رو بکنه، مگر اینکه اون هشداری که چینی‌ها دادن هشدار خیلی جدی نباشه. ولی همینم که به هر حال آمریکا از طریق واسطه یا مستقیما از چینی‌ها خواسته که به جمهوری اسلامی بگن که باید حوثی‌ها حملاتشون رو کم بکنن یا متوقف بکنن، باز همین نشان دهنده ضعف آمریکاست. و اساساً آمریکا داره سیگنال ضعف در برابر حوثی‌ها نشون میده، چون اگر نگاه بکنید خود ادمیرال براد کوپر، فرمانده نافسنت و فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، چند روز پیش گفته بود که ما اطلاعات دقیق داریم که جمهوری اسلامی پشت این حملات در حملات حوثی‌ها هستش. بنابراین آمریکایی‌ها براشون کاملا مهرس هستش که نیروهای سپاه قدس در یمن حضور دارن و پشت این حملات قرار دارن و اونا میدونن که اگر بخوان واکنشی نشون داده بشه که منجر به توقف این حملات بشه، باید واکنشی بسیار فراگیرتر باشه. ولی دولت بایدن همونطور که اشاره کردم تا الان ثابت کرده که دولت ناکارآمدی هستش و حتی نمیتونه در برابر حوثی‌ها اون اقدامی که لازم هست برای ایجاد بازدارندگی حداکثری و برای تامین امنیت تجارت دریانوردی تا الان انجام بده. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک، متشکرم. جلسه دادگاه دیوان بین المللی دادگستری در لاهه در خصوص اتهام نسل کشی اسرائیل در جنگ غزه با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. نمایندگان آفریقای جنوبی، فلسطین، قطر، ترکیه و جمهوری اسلامی و حماس از نتیجه رأی دادگاه مبنی بر بررسی اتهام نسل کشی استقبال کردند. البته این دادگاه رأی در مورد آتش بس در جنگ صادر نکرد، موضوعی که باعث ناراحتی بسیاری از آوارگان غزه و همینطور حامیان فلسطین از نتیجه این دادگاه شده. از طرف دیگه مقامات اسرائیل هم از یک طرف درخواست این کشور مبنی بر انحلال این دادگاه رو محکوم کردند و از سوی دیگه از بعضی از نتایج اون، از جمله عدم موافقت با آتش بس و درخواست برای آزادی گروگان‌ها تمجید کردند. در این دادگاه یه موضوع دیگه هم مطرح شد، اینکه آمار ارائه شده از تلفات در غزه رو نمیشه به طور مستقل تایید کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بهنود نورپناه. جلسه دادگاه دیوان بین المللی دادگستری در لاهه با واکنش‌های متفاوتی همراه بود.
مقامات آفریقای جنوبی که بانی راه اندازی این دادگاه بودند پس از پایان جلسه جشن و پایکوبی کردند، چرا که دادگاه لاهه وجه قانونی این کشور برای طرح شکایت از اسرائیل را تایید کرد. مقامات قطر، ترکیه، جمهوری اسلامی و گروه حماس نیز از نتیجه دادگاه استقبال کردند. اما مردم ساکن غزه و برخی حامیان فلسطین از نتیجه این دادگاه آزرده خاطر شدند، زیرا دادگاه نسبت به بدیهی ترین انتظار آنان، یعنی درخواست آتش بس و پایان این جنگ خونی، رأی صادر نکرد. ما در سه ماه گذشته هر روز منتظر آتش بس بودیم. چرا دادگاه به یهودیان مهلت میده تا به کشتار ما ادامه بدن و علیه ما نسل کشی کنند؟ روزانه فقط 100 تا 200 شهید در خان یونس، رفح، نصیرات و المغازی داریم. این ناعادلانه است. در حال حاضر من بسیار ناامید هستم، زیرا فلسطین در 75 سال گذشته اشغال شده و این تنها راهی بود که عدالت میتونست برقرار بشه. به گفته برخی از ناظران، خودداری دادگاه لاهه از صدور رأی درباره آتش بس در غزه مهر تاییدی شد بر مشروعیت بخشی به تداوم جنگ اسرائیل با حماس. در هفته ها و ماه های گذشته عملیات نظامی ارتش اسرائیل در غزه با شدیدترین انتقادات از سوی بسیاری از کشورها مواجه شده بود. بنیامین نتانیاهو در این خصوص گفت به درستی درخواست زشت و ظالمانه آفریقای جنوبی برای انکار حق اساسی اسرائیل در دفاع از خود که مستحق آن است رد شد، هرچند او در ادامه تمایل دادگاه به بحث در مورد اتهام نسل کشی را محکوم کرد. به گفته برخی از کارشناسان حقوق بین الملل، عدم موافقت دادگاه با توقف فوری جنگ بدان معنی است که نسل کشی فعالانه در حال وقوع نیست. اما با این حال دادگاه اسرائیل را ملزم کرد که از اقداماتی که به نسل کشی دامن میزند جلوگیری و همچنین روند ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه را تسهیل کند. با اینکه دادگاه با درخواست آتش بس موافقت نکرد، اما در عین حال خواستار آزادی فوری تمام گروگان‌های در اسارت حماس شد، درخواستی که بعید به نظر می‌رسد این گروه افراطی از آن تبعیت کند. قاضی دادگاه همچنین اعلام کرد آماری که از تلفات در غزه منتشر می‌شود را به طور مستقل نمی‌توان تایید کرد. وزارت بهداشت حماس از ابتدای جنگ به طور میانگین روزانه حدود 240 کشته در غزه را اعلام کرده، آماری که بسیاری از همان ابتدا راستی آزمایی آن را دشوار می‌دانستند. همزمان با برگزاری دادگاه لاهه، خبری از دست داشتن کارمندان آژانس امدادرسانی سازمان ملل در کشتار 7 اکتبر منتشر شد. گرچه با انتشار این خبر دبیرکل سازمان ملل فوراً خواستار اخراج این افراد شده، اما این اقدام آنتونیو گوترش مانع از طرح واکنش تند سفیر اسرائیل در سازمان ملل علیه این سازمان و دادگاه لاهه نشد. امروز سازمان ملل به یکی از سلاح‌های موجود در زبردخانه نازی‌های معاصر تبدیل شده. تمام مجموعه‌های سازمان ملل تبدیل به سلاح علیه کشور اسرائیل شدند. چقدر نمادینه که در روز جهانی یادبود هولوکاست افشا بشه که کارکنان آژانس امدادرسانی سازمان ملل در قتل عام 7 اکتبر شرکت کردند. تا به امروز هیچ یک از نهادهای سازمان ملل قتل عام 7 اکتبر رو محکوم نکرده. این تکان دهنده است، حتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه. این سکوت قابل درک نیست. درست در روزی که ما نسل کشی یهودیان رو گرامی می‌داریم، دیوان بین المللی دادگستری به صراحت اعلام کرد که پرونده یک سازمان تروریستی نازی رو که به دنبال نسل کشی علیه مردم اسرائیل رد نمی‌کنه. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست کشور الجزایر روز چهارشنبه جلسه‌ای تشکیل خواهد داد تا حکم دیوان بین المللی دادگستری را بررسی کند، حکمی که به نظر می رسد نتیجهش آنچنان هم بر وفق مراد شاکیان نبوده است. بهنود نورپناه، لندن.
شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از دانشگاه واترلو از آنتاریو با ماست. خیلی خوش آمدین آقای خلدی. دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی سازمان ملل. اول برای ما بگید که این دادگاه چقدر اهمیت داره و اینکه این رأی ندادن دادگاه با آتش بس در غزه چه معنی داره برای اسرائیل و حماس؟ خدمتتون درود میفرستم خانم هنگرمی و همه این بینندگان ایران اینترنشنال. بله، خیلی اهمیت داره، به خصوص از نظر توسعه و تکامل حقوق بین الملل، چه از نظر حقوق بین عرف حقوق بین الملل و چه از نظر تفسیر کنوانسیون های بین المللی. این سومین بادی هست که در 30 سال گذشته دیوان به صلاحیت خودش برای رسیدگی به موردی که درش در واقع زمینه وجود در واقع اون عناصری که در کنار همدیگه منجر به جرم نسل کشی میشن رو احراز کرده، ولی این به این معنا نیست که اون کشوری که علیهش اقامه دعوا شده رو به خاطر اینکه این تحقیق رو میخواد آغاز بکنه و در این مورد حکم صادر بکنه مقصر میدونه در جرم نسل کشی. ما دو کیس دیگه هم داشتیم، یکی در اواخر دهه 1990 که بوسنی علیه سربستان مطرح کرد و یکی همین چند سال پیش که گامبیا علیه میانمار یا برمه مطرح کرد به خاطر احتمال نسل‌کشی علیه اقلیت مسلمان در برمه. در اون کیس اولی رأی نداده شد بر اینکه سربستان مقصر در نسل‌کشی، ولی سربستان مقصر شناخته شد در اینکه از نسل‌کشی جلوگیری نکرده. در این حکم بعدی اگر عنایت بفرمایید، دیوان از اسرائیل میخواد که جلوگیری بکنه از اینکه نسل‌کشی وقوع پیدا بکنه. پس در این رسیدگی اولیه فعلا دیوان حداقل به اسرائیل در مورد اسرائیل اصل براءت رو جاری دونسته. خب پس با این حساب فکر میکنید نتیجه این دادگاه چقدر اعتبار سیاسی اسرائیل رو تحت تاثیر قرار میده و در این شرایط چه راهی پیش روی اسرائیله؟ خب اسرائیل در وضعیت دشواری قرار داره، برای اینکه دیوان در واقع عملاً با حکم دادن، با عدم حکم دادن به جلوگیری از عملیات نظامی در غزه، حق اسرائیل رو برای دفاع مشروع به رسمیت شناخته، گرچه این رو صریحاً نگفته. اما قاضی اسرائیلی که در همین پنل حضور داشت با رأی اکثریت پنل موافقت کرده که باید کمک‌های انسان دوستانه به مردم غزه برسه و نیز از نسل‌کشی جلوگیری بشه. بنابراین حتی قاضی اسرائیلی هم در مورد احتمال وقوع اعمالی که جنایت جنگی هستند با اکثریت موافقت کرده. حالا الجزایر که در این مورد به دیوان معذرت می‌خوام به شورای امنیت کشیده، اینجا اهمیت پیدا میکنه از اون بابت که اون وقت میتونه برخی جنبه های این حکم در شورای امنیت جنبه اجرایی پیدا کنه، مگر اینکه بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده یک همچین قطعنامه هایی رو وتو بکنن که احتمالش کم نیست. به ایالات متحده اشاره کردین. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید گفته حکم دادگاه با بسیاری از مواضع آمریکا و رویکرد این کشور در قبال اسرائیل مطابقت داره. این موضع آمریکا برای اسرائیل به چه معنیه؟ خب ببینید، در تمام قراردادهایی که ایالات متحده با همه کشورهایی که بهشون اسلحه صادر میکنه امضا میکنه، صریحا قید شده که جنایت جنگی نباید به وسیله این اسلحه ها اتفاق بیفته یا کنوانسیون های مثل نسل‌کشی باید احترام گذاشته بشه. اسرائیل حتی پیش از این حکم از طرف امریکا پاسخگو نگه داشته میشد در این مورد. این حتی قدرت امریکا رو برای اینکه فشار بیاره به اسرائیل بیشتر میکنه، به خصوص که آقای بایدن قسمت ترقی خواه حزب دموکرات رو که خیلی از اعراب و مسلمان ها درش هستند رو باید برای اینکه بتونه دوباره انتخاب بشه در طرف خودش نگه داره. بنابراین هم از نظر حقوقی هم از نظر سیاست خارجی و داخلی حداقل برای دولت آقای بایدن خیلی اهمیت داره و طبیعتاً اسرائیلی ها رو بیشتر تحت فشار خواهند گذاشت. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از دانشگاه واترلو از اونتاریو، خیلی متشکرم. اینجا در آمریکا ترامپ و اعلام نتیجه نهایی یک پرونده قضایی دیگه.
شکایت جین کرول روزنامه‌نگار آمریکایی در دادگاه مدنی نیویورک علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به اتهام تخریب وچه و افترا به نتیجه نهایی رسید. هیئت منصفه دادگاه به اتفاق آرا ترامپ را متهم شناخت و به پرداخت 83 میلیون دلار محکوم کرد. ترامپ گفته این حکم کاملا مسخره است و با انگیزه سیاسی و علیه اون درخواست تجدید نظر میکنه، در حالی که روند تجدید نظر درباره این حکم ممکنه سالها طول بکشه. ترامپ همچنان پیشتاز رقابت‌های درون حزبی برای ریاست جمهوری امسال در آمریکا است و به نظر هم میرسه نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ماه نوامبر باشه. گزارش شهره جولانی رو با هم ببینیم. پیروزی در دادگاه در پرونده‌ای طولانی و جلسات متعدد بر رقیبی که محکوم شدنش در همه دنیا بازتاب دارد. پرونده معروف و پرسر و صدای شکایت ای جین کارول، نویسنده آمریکایی، از دونالد ترامپ به اتهام تخریب وچه و افترا. در پایان محاکمه در این دادگاه در نیویورک، هیئت منصفه پس از مشورتی کوتاه به اتفاق آرا به نفع او، رئیس جمهور پیشین و سرمایه‌دار آمریکایی را به پرداخت 83 میلیون دلار محکوم کردند. در اولین واکنش وکیل دونالد ترامپ گفته به او فرصت دفاع کامل داده نشده و بیدرنگ درخواست تجدید نظر می‌کند. ما فوراً درخواست تجدید نظر خواهیم داد و اون هیئت منصفه مسخره رو کنار میزنیم. فقط میخوام یه چیزی رو به شما یادآوری کنم. من در کنار رئیس جمهور ترامپ به مبارزه برای حق صحبت کردن که در متمم اول قانون اساسی اومده ادامه خواهم داد. همه حق دارن از خودشون دفاع کنن و وقتی که به ناحق متهم میشن حق دارن که بگن من این کار رو نکردم. در طول جلسات دونالد ترامپ با نارضایتی چند بار دادگاه را ترک کرده و حتی موقع قرائت رأی هیئت منصفه در دادگاه حضور نداشته. لحظه که برای جین کارول و تیم حقوقیش لحظه پیروزی بود، آن هم در پایان نبرد سخت حقوقی در برابر سیاستمدار و سرمایه‌داری با نفوذ که در رسانه اجتماعیش این پرونده را هم ساختگی می‌داند و از اساس منکر می‌شود. این پرونده یک کلاهبرداری دیگه است، بگیر و ببند با اهداف سیاسی. جین کارول مجبور شد داستانش رو تغییر بده، شبیه همون قضیه مونیکا لوئنسکی. ابتدا ادعا کرد که این ماجرا در سال 1994 اتفاق افتاد و او در اون روز لباس برند دونا کاران رو پوشید، اما تیم تحقیق نیویورک تایمز گفتن این برند در اون زمان چنین لباسی نداشته. حقیقت اینه که او تاریخ این ماجرا، یعنی روز، ماه، فصل، سال یا دهه اش رو هم نمیدونه، چون چنین چیزی اتفاق نیفتاده. این بگیر و ببند رو متوقف کنید. این پرونده پیگیری پرونده دیگری است که سال گذشته با همین شاکی و متهم به نتیجه رسید. در دادگاه قبلی دونالد ترامپ متهم شده بود که سالها پیش جین کارول را در اتاق پرو یک فروشگاه بزرگ لباس مورد تعرض جنسی قرار داده و در نهایت ترامپ محکوم شناخته شد. پس از حکم این دادگاه، دونالد ترامپ جین کارول را به دروغگویی متهم کرد و گفت همه حرفهایش بی اساس است. همین پرونده دوم افترا و تخریب وچه را به جریان انداخت و این بار هم دونالد ترامپ در آن مقصر شناخته شد با رقم بی سابقه 83 میلیون دلار جریمه. فکر میکنم آنچه که بر اعضای هیئت منصفه تاثیر گذاشت استدلال پایانی وکیل مدافع خانم کارول بود که گفت دونالد ترامپ به قانون احترام نمیگذارد و معتقد است که از قانون بالاتر است. این تنها یکی از ده ها پرونده علیه دونالد ترامپ است. بیش از 90 مورد شکایت مدنی و کیفری علیه رئیس جمهور پیشین و میلیونر معروف در دستگاه قضایی آمریکا باز شده، از مخفی کردن اسناد محرمانه کاخ سفید تا فرار مالیاتی و پرداخت حق و سکوت به ستاره فیلم‌های پورنوگرافی که او را درگیر اتهامات و پرونده‌های زنجیره‌ای کرده، در حالی که همزمان هم به شدت پیگیر کارزار انتخاباتی و رقابت‌های درون حزبی است و نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه است. به گفته بعضی از تحلیلگران، او همه این چالش‌های حقوقی را به سرمایه انتخاباتی بدل کرده و برای میلیون‌ها آمریکایی خود را قهرمان مبارزه با دولت پشت پرده، سیستم قضایی و سازمان‌های اداری فاسد می‌داند. برای فعالان حقوقی این پرونده پیروزی قربانیان خشونت و آزار جنسی است. شهره جولانی، لندن.
اما در دنیای مطالعات پزشکی، پژوهشگران سوئدی از روشی تازه برای تشخیص آلزایمر خبر دادند. مبنای این روش آزمایش خونه. وجود یک نشانگر در خون افراد میتونه به تشخیص زود هنگام آلزایمر در اونها منجر بشه. جزئیات بیشتر رو از همایون خیری بشنویم. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد تشخیص زودرس آلزایمر با کمک یک آزمایش خون ساده امکان پذیر است. آنچه با آزمایش خون مشخص می‌شود وجود دو پروتئین تاو و آمیلوئید است. پروتئین‌هایی که به عنوان نشانه‌های آلزایمر شناخته می‌شوند. در بیماران مبتلا به آلزایمر، پروتئین‌های آمیلوئید و تاو در سلول‌های عصبی مغز تجمع پیدا می‌کنند. اما بر اساس مطالعه جدید، راه ساده تشخیص هر دوی این پروتئین‌ها ردیابی یک نشانگر خونی است به نام P-TAV217. پژوهشگران سوئدی که هدایت مطالعه جدید را به عهده داشتند می‌گویند آنچه این آزمایش خون ساده را با اهمیت می‌کند، پیش‌آگاهی درباره زمینه ابتلا به آلزایمر و کاهش تعداد مراجعین غیر ضروری است. به طور معمول از فراموشی و از دست رفتن تدریجی حافظه به عنوان نشانه های آلزایمر یاد می شود. ولی راه اثبات طبی این بیماری استفاده از برشنگاری یا پتسکن مغزی و آزمایش مایع نخاعی است. با این حال انجمن آلزایمر بریتانیا می گوید با روش ساده‌ای نظیر آزمایش خون می توان از صرف 80% هزینه‌های تشخیصی جلوگیری کرد. مهمتر آنکه تعداد مراجعین به مراکز درمانی کم می شود و امکانات بیشتری در اختیار بیماران قرار می گیرند. بر اساس مطالعه جدید، اگر نشانگر P-TAV217 در خون افراد وجود نداشته باشد، نیازی به پیگیری آزمایش‌های بیشتر هم وجود ندارد. همایون خیری، لندن. مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم. قرار ما فردا ساعت 10 شب به وقت تهران. اینم تصاویر روز. وقتتون خوش.